سرخط مهمترین خبرها. احتمال اثرگیری پروژه کاسا 1000 در افغانستان. بانک جهانی گفته بر اساس استراتژی جدید کار عملی این پروژه آغاز خواهد شد. موږ د کاسا 1000 پروژه او د 10 نور ټول هغه پروژې چې د هیواد ګټ پورې تړلې دي د دې ټول حمایت کوو. و جان باختن دست کم 20 نفر در پی بارش سنگین برف تا 11 روز گذشته. در این مدت صدها خانه تخریب و بیش از 5000 رسمواشی نیز تلف شدند. همدارنګه له کډ میاشتې له اولې نیټې نه تر اوسه له بده مرغه په هیواد کې 40 کسان شهیدان شوي او 14 کسه هم زخمیان شوي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. بیننده های عزیز توجه نمایید به خبرهای این ساعت از تلویزیون تمدن. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی اعلام کرد که از اول ماه هود تا کنون دست کم 20 نفر از اثر بارش برف و باران جان باخته و 14 تن دیگر زخمی شدند. همزمان وزارت فواید عامه گفته شاهراه سالنگ و راه‌های مواصلاتی نو ولایت به دلیل برفباری‌های اخیر مسدود شده. باشندگان مناطق دوردست کشور میگویند مسدود شدن راه‌های مواصلاتی آنها را با مشکلات زیادی مواجه کرده. محمد اسلام بهنوش گزارش می‌دهد. جریان برفباری شدید سه‌شنبه ساعت 7 صبح سالنگ جنوبی. برفباری که سه روز است این گذرگاه را برای ترافیک مسدود کرده. نه تنها شهرهای سالنگ که راه‌های مواصلاتی نو ولایت با مرکز و ولسوالی‌ها نیز به دلیل بارش سنگین برف مسدود شده. شهرهای سالنگ ها و شماری از مسیرها در ولایات بامیان، دایکندی، بلخ، اروزگان، نورستان، بغلان، غزنی و فرا از اثر برفباری و طوفان شدید برای ترافیک مسدود گردیده است. شهرهای سالنگ ها از اثر برفباری، طوفان شدید و محدودیت ساحی دید در سیمین روز پیهم برای ترافیک مسدود گردیده است. با این حال میزان بارش برف در نقاط مختلف کشور متفاوت است. در سالنگ‌ها ضخامت برف بالاتر از 2 متر و در نورستان 150 سانتی متر گزارش شده. در برخی ولسوالی‌های ولایت سرپل نیز ضخامت برف هم قد باشندگان محل رسیده. برکت خدا این همیقدر برف بارده اینه. در پشت بام خانه ما این همیقدر برف بارده. نعمت خداست. از سوی هم بارش سنگین برف و هم مسدود شدن راه‌های مواصلاتی ساکنان مناطق دوردست کشور را با چالش‌ها و مشکلات زیادی روبرو کرده. مشکلات مردم زیاد زیده بلخا. فعلا مردم کسی مشکلات سی داشته باشه در شفاخانه تا اصید برف زیاد رسانده نمیشه. موتر نیست، موتورسیکلا در سرک در برفی سنگین را گشته نمیتونه. مردم بسیار دوچار مشکلات مریضی و شفاخانه من دکتری صحیح و دارو دوای صحیح نیست، رسیدگی نمیتونه. در شهر و بازار و در مزار و کابل مردم فعلا برف بند شده. این دچار مشکل است. مواد غذایی قیمت، مواد سوخت قیمت. بارش برف و باران طی 11 روز گذشته تلفات و خسارات هم در پی داشته. بر اساس گزارشات تا کنون دست کم 20 نفر جان باخته و 14 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث هم گفته تنها در 2 روز گذشته 4 نفر جان باخته، 9 تن دیگر زخمی شده و بیش از 5000 رسم معاشی تلف شده است. همدارنګه د کډ میاشتې له اولې نیټې نه تر اوسه له بده مرغه په هیواد کې 40 کسان شهیدان شوي او 14 کسه هم زخمیان شوي دي. د واورې او بارانونو له امله او 425 کورونه په کلي او جزي توګه ویجاړ شوي دي او 5250 څاروي هم تلف شوي دي. با این حال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید برای خطرات احتمالی ناشی از بارش برف و باران در روزهای آینده آمادگی دارد و تا کنون به بیش از 8000 خانواده کمک های نقدی و غذایی توزیع کرده است. بانک جهانی گفته بر اساس یک استراتژی جدید کار عملی پروژه کاسا 1000 آغاز خواهد شد. قرار است هزینه های ساخت این پروژه و عواید آن در آینده در خارج از افغانستان مدیریت شود. همزمان کابل با حمایت از آغاز این پروژه گفته زمینه تطبیق پروژه های بزرگ در افغانستان مساعد است. دولت پاکستان نیز در واکنش اعلام کرد از طرح بانک جهانی برای راه اندازی مجدد پروژه کاسا 1000
استقبال میکند. زهرا موسوی به این گزارش پرداخته. کاسها 1000 یکی از بزرگترین پروژه های آسیای مرکزی که قرار است برق قرقیزستان و تاجیکستان را به افغانستان و پاکستان انتقال دهد. طرحی که بر اساس آن هزاران خانه در افغانستان روشن خواهد شد. با این حال قرار است این پروژه در آینده نزدیک از سر گرفته شود. بانک جهانی تمویل کننده این پروژه اما گفته هزینه ساخت و عواید آن در آینده در خارج از افغانستان مدیریت می شود. موږ د کاسا زر پروژه او د داس نور ټولې هغه پروژې چې د هیواد د ګټې ورپورې تړلې دي د دې ټولو حمایت کوو. په افغانستان کې اوس د داسې سترو پروژو د تطبیق لپاره ډېره ښه زمینه مساعده ده او اسلامي عمارت هم په ټول قوت سره د دې ترشا د دې پروژو ترشا ولاړ ده. امیدوار هستیم که با تطبیق پروژه اهمیت اقتصادی پروژه کاسا 1000 مسئله دیگری است که آگاهان اقتصادی بر آن تاکید دارند. به باور آنان این پروژه می تواند اعتبار اقتصادی کشور را دوباره به جهان معرفی کند و زمینه آغاز سایر پروژه ها و اشتغال زایی برای مردم را مساعد سازد. نکته بسیار مهم که برای ما است این است که از شروع پروژه تا ختم پروژه و در جریان انتقال این پروژه میتونه که به هزاران جای کار مستقیم و غیر مستقیم برای مردم افغانستان ایجاد بکنه و ایجاد شدن جای کار و یا گسترش دامنه اشتغال زایی در افغانستان میتونه که باز در قسمت مدیریت و کاهش فقر ما را کمک بالقوه و بالفعل بکنه. با این حال کمبود شدید برق و ویژه در کارخانه های صنعتی کشور چالش برانگیز شده. موزلی که بازرگانان امیدوارن با تطبیق این پروژه رفع گردد. در پای اقتصادی برخه که همون تا رول لدیش تقریبا بدی که 300 مگاوات در افغانستان در پر برق پاتکی یا 1000 مگاوات با پاکستان تزی در سیاسی، امنیتی او خصوصا در اقتصادی لحاظ ندام مثبت تاثیر لدی. ظرفیت انتقال انرژی کاسا 1000 1300 مگاوات خواهد بود که 300 مگاوات برق مورد نیاز افغانستان را تأمین و 1000 مگاوات برق دیگر را به پاکستان منتقل خواهد کرد. طرحی که هزینه آن بیش از 1 میلیارد دلار برآورد شده است. و در ادامه بیننده چند خبر کوتاه باشید. آیت الله شیخ علی یاور افتخاری از علمای برجسته کشور دار فانی را ویدا گفت. شورای علمای شیعه کشور با نشر پیام در گذشت این عالم ربانی را تسلیت گفته و فقدان ایشان را یک ضایعه بزرگ توصیف کرده است. در بیانیه شورای علمای شیعه آمده که آیت الله افتخاری خدمات فراوان علمی، فرهنگی و اجتماعی انجام داده و در جهاد مقدس مردم افغانستان علیه شوروی سابق نیز شرکت کرده است. آیت الله افتخاری در طول حیات مبارکش مکاتب، مدارس و کتابخانه‌های زیادی را در مناطق مختلف کشور از جمله در کابل و پکتیا اعمار کرد. هیئت تکنیکی افغانستان با حجت الله عبدالملکی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجارتی صنعتی ایران در منطقه آزاد چابهار دیدار کرده است. وزارت صنعت و تجارت گفته هیئت‌های دو طرف در رابطه با ایجاد نمایندگی افغانستان در منطقه آزاد چابهار و فراهم سازی تسهیلات به بازرگانان و سرمایه‌گذاران افغان در این بندر گفتگو کرده‌اند. حجت الله عبدالملکی از همکاری ایران با افغانستان در بندر چابهار اطمینان داده است. بانک مرکزی اعلام کرد به منظور حفظ ارزش پول افغانی فردا یکشنبه 16 میلیون دلار را به طور لیلام وارد بازار می کند. این بانک از تمامی بانک ها و شرکت های صرافی و خدمات پولی واجد شرایط خواسته است تا در این داوطلبی شرکت کنند. بانک مرکزی هر از گاه به هدف حفظ ارزش و ثبات پول افغانی در برابر اسعار خارجی چندین میلیون دلار را وارد بازار می نماید. بخشی از نتایج شمارش آرای 12 دور انتخابات مجلس شورای اسلامی و 6 دور انتخابات خبرگان رهبری ایران اعلام شد. بر اساس این نتایج شماری از چهره‌های سرشناس از راهیابی در این دو مجلس بازمانده‌اند. در انتخابات روز گذشته ایران دست کم 25 میلیون نفر شرکت کرده‌اند. رئیس جمهور این کشور تأکید کرد این حضور نه به جبهه ضد بشری
استکبار است. اعلام نتایج بخشی از انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری ایران. شمارش آرای برخی از حوزه‌ها اما همچنان ادامه دارد و تا زمان تهیه این گزارش نتایج آن اعلام نشده. انتخابات که امریکا و غرب به دنبال تخریب و تحریم آن بودند. با وجود تمام تبلیغات سوء 25 میلیون نفر در این انتخابات شرکت کردند. ستاد انتخابات ایران شب گذشته به دلیل ازدحام جمعیت در برخی صندوق‌ها رأی‌گیری را تا نیمه شب تمدید کرده بود. رئیس جمهوری ایران با استقبال از حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رأی آن را نه بزرگ به جبهه استکبار خوانده است. بدخواهان ایران عزیز همه توان خود را بسیج کرده بودند تا انتخابات 11 هوت بی رونق برگزار شود. حضور پر از ایمان و امید شما مردم فهیم و موقع شناس نه بزرگ به جبهه ضد بشری استکبار بود. بر اساس گزارش ها در این انتخابات برخی از چهره های سرشناس شکست خورده است. هم برای راهیابی به مجلس شورای اسلامی و هم به شورای خبرگان رهبری. یکی از مهمترین چهره ها محمد صادق عاملی لاریجانی است که به نوشته رسانه های داخلی ایران از حوزه انتخاباتی ولایت مازندران نتوانسته بار دیگر به عنوان عضو مجلس خبرگان رهبری انتخاب شود. برخی از رسانه‌ها هم گزارش دادند که ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری این کشور توانسته در شورای خبرگان رهبری راه یابد. بر اساس اعلام ستاد انتخابات ایران حدود 15,000 نفر برای رقابت در 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با هم رقابت کردند. از این میان 12% آنان را زنان تشکیل می‌دهند. 144 نفر هم در انتخابات مجلس خبرگان رهبری اشتراک کرده بودند. ریاست صنعت و تجارت ولایت بامیان از تلاش‌ها برای ساخت شهرک صنعتی در این ولایت خبر می‌دهد. مسئولان این ریاست می‌گویند طرح و مکان ساخت این شهرک در جلسه اداری ولایت تصویب شده و آنان منتظر تصویب آن از سوی وزارت صنعت و تجارت هستند. تلاش‌ها برای ساخت شهرک صنعتی در ولایت بامیان، طرحی که در زمان حکومت پیشین روی دست بود اما در قالب الفاظ و روی کاغذ باقی ماند. حالا حکومت فعلی در نظر دارد تا این طرح را عملی سازد. مسئولان محلی بامیان میگویند تلاش‌ها برای ساخت شهرک صنعتی در منطقه دشت قشقه جریان دارد. انشاءالله زمینای در نظر خواد گرفته شد برای فامریکاتی که برای تولید چپس نگه تولیداتی که در بامیان ضرورت باشه آماده بشون است. در زمان حکومت پیشین قرار بود این شهرک در منطقه قرقنتو ساخته شود. با این حال آگاهان با استقبال از این طرح میگویند در صورتی که این طرح عملی شود برای باشندگان بامیان زمینه کار مساعد می شود و حکومت از درآمد مالیاتی آن سود خواهد برد. حالا که به گپ از ایجاد شهرک صنعتی در بامیان است، فوق‌العاده منافع مردم و حکومت است. برای مردم هم اشتغال زایی میشه و برای دولت هم نفعی است که مالیات زیاد میشه. یعنی وقتی به شرکت های صنعتی داخل زی شهرک جا بجا شد، بنان مالیات دولت افزایش پیدا میکنه. سیری شهیدان و قرقنتو متصل میشه به چندین ولایت و در حقیقت مردم میتونن از بسیار استفاده مثبت ببارند. اما در دوران جمهوریت نشد این کار، در قالب الفاظ در لای کاغذ ها پیچانده شد و عملی نشد. ما از حکومت موجود تقاضا داریم که مثل دوران جمهوریت در لای کتابخانه ماند. در دو دهه اخیر کارهای زیربنایی و اقتصادی کمتر در بامیان صورت گرفته و به همین دلیل فقر در این ولایت بیداد می کند. بر اساس آمارهای رسمی بالای 85% باشندگان بامیان زیر خط فقر قرار دارند، اما آمارهای غیر رسمی بیشتر از این است.
شماری از کشاورزان با تأکید بر ایجاد سردخانه های معیاری میگویند در سال جاری بیشتر محصولات آنان به دلیل نبود سردخانه از بین رفته و یا به قیمت ناچیز به فروش رسیدند. همزمان وزارت زراعت گفته در سال پیش رو در 4 زون کشور سردخانه های معیاری ایجاد خواهد شد. آگاهان نیز تأکید میکنند سردخانه ها نقش کلیدی در حفظ توازن بازار دارد و باعث میشود محصولات زراعتی به قیمت مناسب در تمامی فصل ها به بازار عرضه شود. داوود ناظری جزئیات میدهد. بزرگترین مارکت محصولات زراعتی در کابل، جایی که روزانه صدها تن میوه خرید و فروش می شود، 90% آن اما وارداتی است. بزرگترین مارکت خرید و فروش میوه ها در کابل، اما متاسفانه بیشتر محصولات اینجا از بیرون افغانستان وارد کشور شده است. فروشندگان میگن به خاطر نبود سردخانه های معیاری آنان مجبورند که میوه ها را با قیمت بالا از بیرون وارد کنند. نبود سردخانه های معیاری سبب شده تا بیشتر محصولات کشاورزی به ویژه میوه زایه و کشاورزان متضرر شوند. با گفته فروشندگان آنان میوه هایشان را در فصل برداشت آن به قیمت نازل می فروشند، اما دوباره مجبورند با 5 برابر قیمت خریداری کنند. که نبود سردخانه سیب سرخ، کلش سیب سرخ از بین میره، داخل سیاه میگرده. مامد او به بسیار قیمت پاکت از 50 روپیه تا 100 روپیه به فروش میرسه. سیب زرد هم همونطور. ما اگر سردخانه باشه ما میتونیم او را به هر سبت از او را از 500 لا تا 800-700 برسانیم، به قیمت بالا میتونیم بفروشیم. خواستم از دولت همی است که مردم کمک کنه، سردخانه بسازه. خیلی مردم دو میتونه مشغول کار باشه، یک لقمه نان در خانه ببره و میتونه که سردخانه های بیشتر بسازه تا هموطنان ما از او استفاده کنه و از هر میوه که فصل شما نباشه از استفاده کنه. سردخانه ها واسطه مستقیم بین دهقان و بازار است. با گفته آگاهان با ایجاد سردخانه های معیاری میتوان برای هزاران نفر زمینه کار را فراهم کرد و از جا به جای های داخلی و متضرر شدن دهقان جلوگیری نمود. در افغانستان سردخانه ها از اهمیت بسیار ویژه برخورداره. چرا؟ چون سردخانه پول ارتباطی بین کشاورزان و مصرف کنندگان است. به دلیلی که مصرف کنندگان در طول سال نمیتوانند یا امکان نداره که مواد غذایی و مواد مصرفی تازه دست پیدا کنند. سخنگوی وزارت زراعت اما میگوید در سال گذشته 14 سردخانه معیاری در کشور ایجاد شده و امسال نیز یک بودجه مشخص برای ایجاد سردخانه ها در 4 زون کشور در نظر گرفته شده است. د بودیجه په تصویب سره به پر روان مالی کال کې سړې خونې جوړیږي او همداشان خصوصي سکتور د لارې هم سړې خونې ډېرې جوړې سوي دي. خو دا ټولې بسنه نه کوي، ټولې هغه دولتي ادارې چې هغه په خپل تشکیل کې سړې خونې لري او همداشان د کرنې وزارت او خصوصي سکتور دا ټول په ګډه کوشش کوي چې سړې خونې زیاتې سي او د هیوادوالو په دغه برخه کې چې کوم ضرورت دی هغه حتی نیمکار دفسته. این در حالی است که در سال جاری به خاطر مشکلات در مرزها و خشکسالی ها دهقان کشور متضرر شدند. سردی هوا سبب شده که علاقمندی باشندگان ولایت کندز به غذاهای محلی بیشتر شود. در این میان چاینکی به عنوان یکی از غذاهای محلی از محبوبیت خاص در میان باشندگان ولایت کندز برخوردار است. باشندگان این ولایت میگویند چاینکی یکی از غذاهای هوسانه است که علاقمندان آن در فصل زمستان بیشتر می شود. اینجا در ولایت کندز برخلاف هوای سرد میزان علاقمندی مردم به غذاهای محلی گرم است. ساکنان این ولایت از راه‌های دور و نزدیک برای صرف چاینکی به اینجا آمدند. جمیل خاکسار که حدود 30 سال عمرش را صرف پختن چاینکی کردم میگوید شهروندان چاینکی را بیشتر به عنوان یک غذای هوسانه صرف کرده و علاقمندان آن در فصل زمستان بیشتر میشوند. یک چیزی هوسانه است، یک مزه خاص داره. این تقریبا 30 سال میشه که ما در اینجا هستیم. زمستان و تابستان چاینکی ما میگه رواج است، مردم
با وسانه میای و بعد نوش جام میکنم میرم. با فصل زمستان چاینک خوری ما زیاد میشه. چرا که گوشت گوسپند است، چرب است. زمستان مردم زیاد میخره هم تو گرم باشه. تابستان دیگه گوشت گوسپند چرب است، یک کمی کم میشه. زمستان زیاد میشه. باشندگان ولایت کندوز نیز میگویند غذاهای محلی از طعم و ذائقه خاصی برخوردار است و به همین دلیل بیشتر از این غذاها استفاده میکنند. غذای داخلی خوب با واقعیت طعم خیلی خوبش دارد، بدون کدام ضرر جانبی است. چاینکی وقت خوردن چاینکی تقریبا این فصل است، فصل زمستان است. دیگه کسایی که مریض است یک میتونه که هم استفاده بکنه غذای کم چرب است. برای خارجی و وطنی بسیار فرق داره. برای خارجی که از قدر کیفیت خدا را که یکی بسیار چیز پاک نو است دیگه، چیز نو کوره فرق داره نه؟ گوستان خودت میخری و خودت میکشی و اینجا میاری و چقدر خودش مرا داره و دیگه و دیگه چقدر اخشال خواب باشه و چقدر بانجا بیاری و باخو بیش نیفر خود دیگه. همه ساله در فصل زمستان بازار غذاهای محلی در ولایت کندوز گرمتر از قبل می شود که در این میان چاینکی و ماهی مشتریان خاص خودش را دارد. توجه نمایید به پیشبینی وضعیت آب و هوای فردا. کابل نیمه ابری -1، -12. بامیان نیمه ابری -8، -19. جلال آباد نیمه ابری -12.1. غزنی آفتابی -3، -15. قندهار آفتابی -7، -2. کندوز نیمه ابری -4، -5. لشکرگاه آفتابی -9، -1. مزار شریف نیمه ابری -5، -3. نیلی نیمه ابری -3، -15. هراد آفتابی -4، -5. اسلام آباد بارانی -15.5. تهران نیمه ابری -10.4. دبی آفتابی -24.17. دهلی نیمه ابری -22.11. و مکه نیمه ابری -34.21. در پایان مروری دوباره به سرخط مهمترین خبرها. احتمال اثرگیری پروژه کاسای 1000 در افغانستان، بانک جهانی گفته بر اساس استراتژی جدید کار عملی این پروژه آغاز خواهد شد. موږ د کاسا 1000 پروژه او د 10 نور ټول هغه پروژه چې د هیواد د ګټ پورې تړلې دي د دې ټول حمایت کوو. و جان باختن دست کم 20 نفر در پی بارش سنگین برف تا 11 روز گذشته. در این مدت صدها خانه تخریب و بیش از 5000 رسمواشی نیز تلف شدند. همدارنگا در کد میاشتی لأولی نیتینات رو او سال بعد مرغ در فهواد که شل کسان شهیدان سوی او سور لسکس هم زخمیان سوی دی. بیننده های عزیز، این بود بسته خبری این ساعت که تقدیم حضور شما گردید. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.